خب گفتی بگو یا عاشق و بیماری کیستی؟ من عاشق تو هم، تو بگو یاری کیستی؟ عبدالرحمن جامی یک گه عشق به ذات می نماید، گاهی به صفات می نماید. یه موقع از شما ذاتن عاشقی، عشق مادر به فرزندش ذاتیست، گاهی به صفات می نماید. ممکن شما امروز عاشق نباشید، فردا متصف به صفت عالیه عشق بشید، عاشق بشید. خب سه سخنانی همه شنیدنی از سوی بزرگان، پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما. دو سه هفته ایست داریم گفتگو میکنیم با یک شخصیت صاحب نظر، آقای دکتر محسن سازگارای عزیز. این بار اما دکتر سازگارا درباره زندگی خودش، تجربیاتش، خاطراتش با ما سخن میگه و به نظرم بسیار هم عبرت آموزه، هم اینکه نسل امروز در دقایق زندگی شماری از روشنفکران فعال ما قرار میگیره، در یک دوره طوفانی در تاریخ معاصر. این بسیار مهمه. خب کاش بقیه هم به همین صراحت سخن میگفتن، برخی از این صفحات ننوشته شده رو می نوشتن، صفحاتی که سفید مونده، صفحاتی که متاسفانه سفید مونده. مثل کتابی بود که در ایران منتشر شد که آقایان از خانمها چه می دانند. کتاب قطوری بود، خیلی، 1000 صفحه، جلد زرکوب، ولی تمام صفحاتش سفید بود. آقایان از خانمها چی نمی دانند. ما باید واقعا با دقت بیشتری به تاریخ نظراندازی کنیم، تاریخ رو برانداز بکنیم، شناخت بهتری نسبت به زندگی امروزین خودمون پیدا کنیم. ما نگاه رو با تغییر بیم. تاریخ ما خیلی دروغ گفته، بسیار دروغ گفته. دکتر محسن سازگار عزیز، درود بر شما. سلام آقای میگبودی، امیدوارم که خوب باشید و ممنونم از این که من رو پذیرا شدید. شما لطف کردی، تغییر مکان دادید، بله، تشریف بودید در قسمت کتابخانه. بله، راستش برنامه‌ای که زحمت کشته بودید نگاه کردم، به نظر رسید یه کمی زیاد غمگینه اونجایی که نشستم و نورش هم جوریست که به قدر کافی غم به دل مردم ما هست. اینیست که اومدم، دوست ندارم خیلی جلو کتابخونه بشینم، ولی به لحاظ رنگ و بارنگ بودنش اومدم جلوی کتابخونه نشستم خدمت شما. چقدر لطف کردید. خب خواهش می‌کنم که ما در رکاب شما هر جا می‌خواید ما رو ببرید، در ایستگاه ایستادیم و می‌خوام با شما هم سفر بشیم، فقط برگردیم به گذشته نه به آینده. بفرمایید. خواهش می‌کنم. ما والا داستان رو تا دانشگاه صنعتی آریامهر دنبال کردیم و دوره‌ای که ما بسیار جو تند سیاسی در دانشگاه صنعتی بود و به هر بهانه‌ای هم دانشگاه رو به اعتصاب می‌کشوندیم. فرقم نمی‌کرد، یادم هست فرض کنید یک زمانی گفتن سپاه دانش نمونه رو سهمیه دادند و در دانشگاه صنعتی 3 دختر سپاهی نمونه اومدن، ما اعتراض کردیم، اعتصاب کردیم سر همین، گفتیم که نخیر، اینجا نمیشه با سهمیه بفرستید. و ببینید در این دوره باید بگم جو انقلابی بسیار بالا بود، یعنی من اگر بخوام سر دوربین رو در واقع به جنگ رو خودم باشه حالا بگردونم کمی به اجتماع و اطرافم رو نگاه کنم، به شما گزارش بدم و بینندگان عزیزتون، بعد بگم سالهای 52، 53، 54 سالهایی است که گفتمان انقلابی، دیسکورس انقلابی در یک دهه قبل از اون، در دهه 40 تبدیل شده به گفتمان غالب. دیگه همه روشنفکرهای کشور انقلاب رو دوای درد میدونن. با چه پسوندی؟ پسوندش مارکسیستی بود، مذهبی بود، هر دو گروه رو داشتیم، هر دو رقیب خیلی سرسخت هم بودن، ولی به نظر من خود نفس انقلاب شده بود دوای درد، تا جایی که خود محمد رضا شاه پهلوی هم
اصلاحاتی رو که کرد، رفرمای خوبی رو هم که کرد، مثل همین سپاه دانش اون اصول ششگانه اسمشو گذاشت انقلاب سفید و در کتابش هم اصرار داشت که انقلابی واقعی منم و فقط من یه دو انقلاب جدید کردم، انقلاب سفید. ولی در این که باید انقلابی بود، انقلاب دوای درد هاست، ظاهرا مشترک بود. شما برگردید به آثاری که از اون دوره مونده، فقط محدود به سخنرانی و شعر نوشته و مثلا دکتر شریعتی در حسینی ارشاد یا آل احمد در کتابش یا چه میدونم آقای حتی احسان نراقی اونجور ضد غرب بودنش یا داریوش شایگان آسیا در برابر غرب رو بنویسه، فقط به اینا محدود نیست. برگردید به شعر شاعرا، داستانها، یک جور غربت ماشینیزم انگار روشنفکرهای ما رو گرفته و بازگشت به سنت ها، حتی فیلم ها تئاتر ها و قشری ترین لایه های تولید فرهنگ به نظر من شاید مثلا فیلم فارسی، همون که بچه های مجله فیلم بهش میگفتن فیلم فارسی، برگردید اون فیلم ها رو نگاه کنید، میبینید شاید تمام خطوط انقلاب اسلامی توش هست. یعنی آدم خوبه، بچه فقیر است، بچه کارگره، بچه کشاورزه، آدم بده پولدار است، یه خارجی پشت اون پولدار بده است و برگشتن به طبقات سنتی، قهوه‌چی، درشکه‌چی، اینا خیلی آدمای خوبی هستند. روحانیت رو هم چون نمیتونستن نشون بدن نبود، وگرنه اونها هم سر از تو فیلم‌ها در می آوردن. و این فضا در دهه 50 فضای غالبه، جو تند، یعنی دانشگاه کافی بود ما یه اطلاعیه پخش میکردیم، شب مثلا در خوابگاه تصمیم میگرفتیم فردا به دلیلی دانشگاه اعتصاب، صبح از بالای اون ساختمان مشاهده اطلاعیه رو یواشی استنسیل کرده بودیم، یکی میریخ پایین 20 اطلاعیه 50 اطلاعیه کف محوطه پخش میشد، بچه ها فقط پاشون رو میذاشتن روش، برم نمیداشتن، چون اگر بر میداشتن شما رو میگرفتن 6 ماه زندان داشت، فقط پاشون رو میذاشتن روش میخوندن چند تا چند تا و میگفتی اعتصاب امروز به این مناسبت، دانشگاه به اعتصاب کشیده میشد. خمینی مطرح بود هنوز یا نه؟ خمینی مطرح شده بود یا هنوز نه؟ نه خمینی آقای خمینی به نظر من به عنوان یه بچه مذهبی که به هر حال سرم توی بحثای جنبش مذهبی بود، آقای خمینی رو میشناختم، ولی به جرأت میتونم بگم شاید 10% ملت ایران آقای خمینی رو میشناختن، که عمدتاً هم قشرای انقلابی مسلمان مبارز بودن و اگر نه 90% مردم حتی آقای خمینی رو نمیشناختن. بیشتر مردم کشورم متدینینی که اهل تقلید بودن، اکثریت مقلد آقای خویی بودن که خب مرجع غیر سیاسی بود و سایر مراجع. بنابراین آقای خمینی در این مقطع مطرح نبود. آقای دکتر سازگار، چون زمان خواستتون چی بود؟ یعنی شما به عنوان چهره‌ای که حالا گرایشات مذهبی هم داشته، چی طلب میکردی؟ چی میخواستی؟ میخواستید چه کار کنید؟ بله، سوال خوبی است. یعنی این سوال رو اینطوری میشه مطرح کرد که قصدمون از این دعوای با شاه چی بود؟ چی از دستور خواستیم؟ خلاصه میگفتیم چی باید بشه؟ آرمانگرا بودید؟ آرمانگرا نبودید؟ چی بود؟ چرا؟ آرمانگرا کاملا انقلابیگری شما رو آرمانگرا میکنه. اولا خواهان سرنگونی شاه بودیم، خواهان بودیم که دست کم امثال ماها برای اینکه تئوری انقلابی، خشم انقلابی، کینه انقلابی، نفع یک پارچه بود. اگر اون روزگاران یک کسی مثلا به ما میگفت خب بابا اینایی که شما میخوای، مثلا فرض کنید داخل این حکومت شاه هم آدمای خوبی هستن، آدمایی هستن اینا شبیه شما فکر میکنن، میخوان مثلا به فقرا برسن، رفورم بکنن، یا مثلا این آقای دکتر امینی فرض کنید با شاه اختلاف داره، داشت دکتر امینی ده. و میتونید شما برید از درون حکومت دور امینی جمع شید، مثلا برید امکان نداشت ما ها زیر بار بریم، یعنی به چیزی کمتر از انقلاب و زیر رو شدن نظام رضایت نمیدادید؟ نه اصلا، با اصلاحات اینا اصلا میانه. و گناه هر کی که از بغل حکومت شاه هم رد شده بود این بود که از بغل حکومت شاه رد شده بود. چی رد شده؟
جالب. و و این ماجرا انقدر قوی بود که حتی حالا یه ذره دارم میرم جلو، در مقطع انقلاب آذر سال 57 وقتی آقای دکتر بختیار پذیرفت نخست وزیر بشه، از دید ما که انقلابی برانداز شاه بودیم و خشم و کینه انقلابی در گناه آقای بختیار که تا دیروز مخالف شاه بود، امروز حالا اومده بود در یه مقطع حساسی یه کاری بکنه، گناهش همین بس بود که چرا پذیرفته اصلا نخست وزیر شاه بشه. بنابراین من واقعا گاهی الان که میبینم خشم و کینه شدید نسبت به همه ارکان بعضی ها میورزن، به هر فردی، به هر کسی، نفی یک پارچه، حتی مثلا یک زمانی آقای استاد شجریان میومد خارج کنسرت میذاشت، بعضی ها تظاهرات میکردن بعد از انقلاب که تو خائنی، برای اینکه اصلا چرا در جمهوری اسلامی به تو اجازه میدن بیای خارج و در جمهوری اسلامی زندگی میکنی. و یا هر کسی، مثلا شما اگه بگی آقا یک کسی الان توی این حکومت ممکنه که ناراضی هم هست حرفای همین مردم رو بزنه، من گاهی که این خشما و کینا رو میبینم به خودم میگم که فضای همون سالهای 52 و 3 و 4 و 5. و میدونید اون مقطع ما میتونستیم روی ایدئولوژی که ساخته بودیم این خشم و کینه و نفرت رو بنا کنیم و براندازی یک پارچه، یک ایدئولوژی انقلابی. ایدئولوژی ها منبع معرفتی رو بیرون از معرفت جستجو میکنن، ایدئولوژی ها غلبه شعورن بر شعارن بر شعور و احساسات حرف اول رو توش میزنه. ایدئولوژی ها با چند تا خط ساده تکلیف همه چی رو معلوم میکنن، میخواد مارکسیزم باشه، میخواد فاشیزم باشه، میخواد قرائت ایدئولوژیک انقلابی از اسلام باشه. و با اون خیلی راحت میشد شاه رو نفی کرد، هر کی باهاش هست نفی کرد و به کمتر از سرنگونش عزت نداد. خب بعد چی میخواستید؟ چی میخواستید به جاش بگذارید؟ ما تصورمون این بود که حکومت اسلامی احکام اسلامی رو اگر اجرا بکنیم، یعنی اون سلولی که همین الان هم در دنیای اسلام زنده است کاملا، برگشتن به احکام منور شریعت و احکام فقهی، مملکت گلستون میشه، به چیز دیگه احتیاج نداریم. این فاندمنتالیزم در واقع دیگه، این همونیست که سید قطب در واقع اول دفعه در دهه 50 میلادی اگر اشتباه نکنم تو اون کتاب جاهلیت قرن بیستم فرمولش کرد، مرتبش کرد، منظمش کرد و دست کم در دهه 50 میلادی به فارسی ترجمه شد یا دهه 60. آقای خامنه ای مترجم اون کتاب اتفاقا به فارسیه. تو اون کتاب سید قطب بعد از اینکه کوشش های نواندیش های دینی در دنیای اسلام که میخواستن از سید جمال شروع شده بود، میخواستن همه محصولات دنیای مدرن رو بار اسلام کنن، این کوشش شکست خورد. آقای منظور بازرگان شاید بهترین نماینده این فکر در ایران باشه، ولی سید قطب اومد یه راه دیگه رفت، گفت اصلا کی میگه ما باید به این غرب برسیم؟ این غرب جاهلیت قرن بیستمه، این تمدن اصلا انحرافیه، این از اولش جنایتکار بوده، مادیت رو به جای معنویت گذاشته و هاکذا، حرفایی که همین الان شما از آقای خامنه ای میشنوید سر همون سفره نشسته. و آقای خمینی گاهی عیناً جملات سید قطب رو نقل قول میکرد بدون ذکر مأخذ اگر به سخنرانی هایشون رجوع کنیم. بنابراین راه حل سید قطب این بود که ما برمیگردیم به اسلام نخستین در قرائت سنی، اسلام پیامبر و صحابه، در قرائت شیعه اسلام پیامبر و ائمه، احکام اسلامی رو اجرا میکنیم و همه چی هم درست میشه، دوباره هم اسلام قوی میشه، اوج تمدن اسلامی میشه، چیزی که این آقایون سپاهی ها امروز میگن میخوایم بسازیم، دوباره تمدن اسلامی بسازیم و دوباره اسلام نیرومند میشه. ببخشید بیتازم سوالم از یادم بره. بعضی از گروه ها بودن مثلا اونه که به ماو ارادت داشتن، یادم یه موقعی از طریق سفارت چین در ایتالیا در روم سعی میکردن که یه کمکی از کشورهای از چین بگیرن، چین کمونیست، یا امکاناتی برای اینکه بتونن برن دوره ببینن، یه دی رفتن به کوبا، میخوام یه دی رفتن به مسکو، اعضای حزب توده و این روس ها بودن که به اونها کمک و
کمک میرسوندن یا به اونا در واقع از اونا حمایت میکردن. یه عده‌ای هم به آلبانی رفته بودن دوره اندر خودشه. میخوام ببینم به عنوان یه مسیح به فکرتون رسید از یک قدرت خارجی کمک به طلبی؟ یه ارتباطی برقرار بکنید با یکی از کشورها، مثلا لیبی، قذافی یا جای دیگری؟ دست کم مثل منی نه اصلا نه. خیلی هم بد میدونستیم، خیلی هم بد میدونستیم. ما بالاخره در واقع یه دعوامون هم با شاه این بود که تو با کودتای 28 مرداد اومده سر کار و با آمریکایی‌ها خیلی رابطه داری، شعارمون این بود که شاه ایز یو اس پاپت، شاه عروسک آمریکایی‌هاست و امثال این حرفا، و شاه رو ملی هم نمیدونستیم. یعنی بنابراین اصولا مسلمانای سیاسی از دل جبهه ملی هم جدا شده بودن. نهضت آزادی در واقع که ریشه سازمان مجاهدین خلق هم اونجا بود، بعد ریشه گروه های سیاسی دیگه یه روشنفکری هم اونجا بود، از دل روشنفکر، از دل جبهه ملی در اومده بودن. ولی این را عرض بکنم، من که اون موقع اینطوری فکر میکردم و واقعا هم در فرض کنید انجمن های اسلامی دانشجویان در خارج که من اومدم، بچه ها واقعا با فداکاری کار میکردن، باسبویی تو رستوران میکردن با من دانشجو، اما متعهدانه از پولشون ماهی چند دلار میذاشتن به صندوق انجمن و واقعا با اون پولا میچرخیدیم. اما بعد از انقلاب من به روشنی دیدم، فرض کنید آقای محمد منتظری و دوستان ایشون که همین آقای قرضی و آلاتپوش و اینام باهاشون بودن، اینها خب خیلی به لیبی نزدیک شده بودن. درست. و با لیبی رابطه داشتن در حدی که فردای پیروزی انقلاب نفر دوم لیبی رو برداشتن آوردن ایران بدون اینکه دولت بازرگان اصلا بدونه. آقای جلو. یا آقای قطبزاده، صادق قطبزاده، به دلیل اینکه پاسپورت ایرانیشو که لغو کرده بودن و از پاسپورت امریکایی هم نداشت و پاسپورت سوریه‌ای داشت قطبزاده و روابط خوبی با سوریه اون روز داشت، ولی بیش از همه دولت‌های مسلمان‌ها با جنبش فلسطین ارتباط داشتن. درست. اگر امکاناتی هم می‌خواستن بگیرن، آموزش و جنگ و چریکی و غیره، بیشتر فلسطینی‌ها بودن. و بعد هم که مرحوم دکتر چمران رفت به لبنان و حرکت المحرومین رو با کمک موسی صدر در جنوب لبنان راه انداخت و عمل افواج مقاومت لبنانی شاخه نظامی حرکت المحرومین هم درست کردن، اونجا هم امکاناتی ایجاد شد که بنابراین آموزش و جنگ مسلحانه و اینها اونها هم میتونستن کمک بکنن. توی در این گروه شما دختر خانم هم حضور داشتن؟ دختر خانم های دانشجو؟ بله بله بله، در انجمن اسلامی دانشجویان خدایی شاید در داخل ایران که دانشگاه صنعتی خیلی دانشگاه مردونه ای بود، تعداد چون دانشگاه مهندسی بله. بود اصولا تعداد من یادم مهندسی مکانیک که من وارد شدم از 90 نفر که اون سال وارد شدن به دانشگاه صنعتی شاید 3 نفر فقط دختر بودن. دخترها تمایلی به رشته مهندسی کمتر داشتن، بیشتر پزشکی و رشته های هنری می رفتن. ولی در خارجم که من اومدم، چون من سال 55 اومدم به امریکا، در امریکا انجمن اسلامی دانشجویان که محیط بازتری هم بود، پا به پای پسرها دخترها هم بودن. ولی خب در واقع موجی که از بعد از شریعتی شروع شد، حجاب اسلامی داشتن، روسری و مانتو خیلی رایج بود. ما مواردی هم داشتیم آقای میبودی که دانشجوی دختری از ایران می اومد کاملا بی حجاب بود، از یه خانواده متوسط بود، در اون در امریکا در شیکاگو جذب انجمن اسلامی دانشجویان میشد، تصمیم میگرفت با حجاب میشد. یکیشون خودش وسپندام کرد، میگفت تابستون که برگشتم ایران، بابام که چشمش به من افتاد زد تو سرش، گفت دختر من تو رو فرستادم شیکاگو یا حوزه علمیه قم، چرا اینجوری برگشتی تو از امریکا؟ و واقعا آگاهانه تصمیم میگرفتن با حجاب میشدن و وارد یه جور سمبل مبارزه اسلامی هم شده بود نزد دخترها در اون روزگارا. وقتی که به اعضای کابینه همین امروز نگاه میکنیم، میبینیم اغلب کسانی که در آمریکا تحصیل کردن، یعنی میشه گفت یه کابینه یک دست آمریکایی است. بلکه در دوره آقای بازرگان بیشتر اروپایی ها و فرانکوفیلا بودن که خیلی
در قدرت بودن. من دست کم در کابینه موسوی فکر میکنم 6 نفر 7 نفر از بچه های انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا توش بودن، البته از اتحادیه انجمن اسلامی اروپا هم بودن. به هر حال انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا که شاید بیش از همه هم زحمتش رو امثال دکتر یزدی و دکتر چمران و اینها که بنیانگذارانش بودن کشیدن، سازمان بزرگی شد که اتفاقا بیش از هر چیزی به درد این انقلاب خورد، برای اینکه فردای پیروزی انقلاب کادری که زبون خارجی بلد باشه، تحصیلی کرده باشه، تخصصی داشته باشه و ضمناً متعهدی باشه و اسلامی رو بدونه و اینها، انجمنهای اسلامی در فضای بازی که بیرون بود خوب تربیت کرده بودن و مقدار زیادی از فعالین انجمنهای اسلامی در اروپا و امریکا به ایران که برگشتن در مشاغل مختلف مدیریتی فعالیت کرد. بین دانشگاهیان و شماها بیرون مثلا با فیضیه، با یا مراکز مذهبی یا با بازار، یعنی گروه مذهبیون بازاری، هیچ ارتباطی وجود داشت؟ کاملا وجود داشت. بله بله، اون مقطع در واقع خیلی آگاهانه دست کم ما میدونستیم که باید بازار، روحانیت و دانشگاهی متحد شن و این کوشش رو میکردیم و موفق هم بودیم. فرض کنید آقای هاشمی رفسنجانی، من یادم هست که برادر ایشون در امریکا تحصیل میکرد و جزو انجمن اسلامی دانشجویان و آمریکا و کانادا بود و یه دورم دبیر تشکیلات انجمن بود، محمد هاشمی که بعدها رئیس رادیو تلویزیون شد. آشق اکبر هاشمی رفسنجانی به امریکا که اومد، از محل وجوهات روحانیت در واقع کمک کرد به انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و کانادا. و خود دکتر یزدی هم نماینده آقای خمینی در امریکا بود و آقای خمینی اجازه داده بود وجوهات جمع‌آوری می‌کرد، وجوهات شرعیه مقلدین آقای خمینی رو، و با اجازه آقای خمینی در گاهی در انجمن اسلامی دانشجویان هم برای مصارف آموزشی اسلامی و غیره اینا صرف می‌کرد. توی بررسی‌هایی که من کردم دیدم که صادق قلزاده نزدیکی خاصی با کندی‌ها داشت و بسیاری از اطلاعاتی که کندی ها درباره ایران گرفتن در اون روزگاری که شکراب شده و روابطشون با شاه ایران، از نایه شخص صادق قلزاده بوده. به نظرم اطلاعات دقیق تر این رو شما میتونید از آقای دکتر شاهین فاطمی بپرسید. شنیدم خوشبختانه ایشون خاطراتشون هم دارن مینویسن، چون در اون مقطع خب اینا در واقع یه نسل دست کم از من جلوتر بودن و دهه 60 بنیانگذار فعالیت‌های دانشجویی و دهه 60 میلادی و فعالیت‌های خارج از ایران بودن. من به هر حال در نیمه دهه 70 رسیدم به خارج کشور. میدونم، منم درست میگید، ولی دیتیلش و ریزش رو نمیدونم. میدونم که وقتی به خصوص رابرت کندی دادستان کل امریکا شد و به هر حال وجوه آزادی خواهانه ای داشتند و خیلی هم شاید مهربان با شاه نبودن، اپوزیسیون و دانشجو فعالین جنبش دانشجویی نزدیک شدن و ارتباط داشتن. خب شما یکی از 9 نفر بودید از یک خانواده 9 نفره، تو در خانه چه میگذشت؟ این که دانشگاه، شما وقتی اومدید تو خانه، آیا این تحرکاتی که در بیرون ایجاد شده بود در خانواده شما اثرگذار بود یا نه؟ یا اونا تو زندگی خودشونو داشتن؟ خیلی خواهر برادرای من سیاسی نبودن. یکی که افسر ارتش بود و خلبان بود و بعدنم بعد از انقلابم تا درجه تیمساری رفت بالا و بعد خودشو بازنشسته کرد. البته اگرچه بسیار آدم روشن فکری بود و هست، بهش دشمن نبودید که بهش دشمن نبودید که به شاه خدمت میکنه؟ نه، برای اینکه بسیار افسر ملی بود و بسیار هم در کار خلبانی شجاع بود و کمک میکرد تا اونجا که میشد. خب هوا نیروز جایی بود که در نقاط مختلف کارهای مختلف، زلزله میومد، سیل میومد، همیشه صفحه اول کمک میکردن. بعد هم که خب بعد از انقلاب جنگ شد با عراق، فداکاری های زیادی کردن خلبانان رشید هوانی روز. بله. و بنابراین فرماندهش
خسروداد بوده، زنده یاد خسروداد. بله بله بله، خسروداد جزء اون اولی هایی هم بود که تیربارون شد و اعدام. بله بله. افسر توی خونه ما چرا میتونم بگم موج انقلابیگری آمده بود و مثلا در این حد که سالای دیگه، من البته امریکا بودم و شاید در طول سه سالی که امریکا بودم چهار دفعه رفتم ایران و اومدم، برای اینکه کارهای انقلابی هم میکردم، مثلا جاسازی میکردم تو چمدونم مدارک و اسناد انقلابی و آموزشی و اینا میبردم ایران، بیشتر از حد یه دانشجویی که استطاعتش باشه مسافرت میکردم. از کی ماموریت داشتید این کار انجام میدادید؟ از نهضت آزادی ایران نهضت. خارج از کشور که عضو اون شده بودم، از سازمان مخفی. مخفی خود این سازمان با آمریکایی‌ها ارتباط داشت یا نه؟ نه، نهضت آزادی ایران ولی خب عواملش خیلی نزدیک بودن نیست؟ با امریکایی ها فکر نمی کنم، برای اینکه اون مقطعی که من امریکا بودم دولت نیکسون سر کار بود و دولت نیکسون روابط خیلی خوبی با شاه داشت، بعدم دولت جرالد فورد بود. دولت کارتر که سر کار آمد در واقع فضا عوض شد یه مقداری و اپوزیسیون میتونست که دست کم ارتباط بگیره با ادمینستریشن و دستگاه اداری امریکا. چه گرفته بودی؟ من اگرم بوده من خیلی خبر ندارم، ولی میدونم که مسئول دسک ایران در وزارت خارجه امریکا پیرمردی، سلام، من یه بار بعدها دیدمش، یعنی همین این بار که اومده به امریکا توی میزه گردی با هم بودیم. بله. او اون موقع مسئول دسک ایران بوده در وزارت خارجه، میگفتش که من چند نفری از اپوزیسیون رو باهاشون قرار گذاشتم و بهشون منتقل کردم که سیاست دفاع از حقوق بشر سیاست دولت امریکاست و شما برید در ایران یک دفتر دفاع از حقوق بشر درست بکنید، که مرحوم میناچی ظاهراً یکی از اون کسایی بوده که باهاش صحبت کرده بوده این مسئول دسک ایران. و در ایران خب اگر یادتون باشه سال 56 یک دفتر دفاع از حقوق بشر درست شد که درست. خیلی کسا بودن و توی اون دفتر فعال بودن، از جمله من از بازرگان و دیگران، ولی اختصاص به جنبش اسلامی نداشت، ولی در واقع اولا تشویق میکردن دیگه، ایجاد یک جبهه رو در برابر رژیم شاه. نه من فکر نمی‌کنم. خب بالاخره با این ترتیبی همین که مسئله حقوق بشر در دستور کار ماست شما برید دفتر بزنید، در واقع خب نوعی تشویقه دیگه، یعنی نوعی چراغ سبزه، چراغ سبزه برای اینکه شاه رو مقداری در واقع تعدیل بکنم. ولی آقای میبودی، آدم تو واشنگتن که زندگی بکنه و الان که من این بار که خب حالا به عنوان یه سیاستمدار حرفه‌ای و نه یک دانشجو در واشنگتن کار سیاسی می‌کنم، ارتباط می‌گیرم، حرف می‌زنم و به نفع جنبش آزادی خواهی مردم ایران با مقامات مختلف چونه میزنم، حرف میزنم، وزارت خارجه، کنگره، این طرف اون طرف، تینک تنک ها، لابی گروپ ها و غیره، در این واشنگتن ده جور گرایش هست. من مطمئنم اون مقطع ممکنه یک نفر مسئول دسک ایران علاقه به حقوق بشر داشته و دوست داشته اپوزیسیون بره و شاه یه مقداری دیکتاتوریش تعدیل شه و چهرهش، ولی مطمئنن سیاست امریکایی ها این نبود که شاه بره از ایران. آه نبود. خب تا همینجا رو داشته باشیم. خیلی تشکر میکنم آقای سازگارا، خیلی سپاسگزارم از شما، از حضورتون در این برنامه. امیرش درخشان عزیز تشکر میکنم، تو هفته آینده که باز با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم بود. خدا ممنون از شما.